جنرال دوستم در مراسم 18مین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود، اگر طالبان به قدرت برسند، نه منار احمد شاه مسعود را میگذارند، نه هم از عبدالعلی مزاری را. ترامپ در 4 روز آخر طالبان را محکمتر از هر زمان دیگر در 10 سال گذشته کوبیده ایم. ترامپ مذاکره صلح با طالبان مرده است. امرالله صالح توافق صلح با طالبان زمینه تجزیه کشور و ایجاد جزیره های قدرت را مساعد میکرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. جنرال دوستم در 18مین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود گفت اگر طالبان به قدرت برسند، نه منار احمد شاه مسعود را میگذارند، نه هم از عبدالعلی مزاری را. صلح به گدایی به دست نمی آید. جنرال دوستم میگوید اگر پلان وای تطبیق میشد، اگنون در موقف بسیار قوی در گفتگوهای صلح می بودیم. جنرال دوستم میگوید که می تواند شمال، شمال شرق و جنوب را از وجود طالبان پاکسازی کند و او در این راستا بعضی پلان ها هم دارد. ترامپ در 4 روز آخر طالبان را محکمتر از هر زمان دیگر در 10 سال گذشته کوبیده ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در 4 روز آخر بیشتر از هر زمان دیگر در 10 سال گذشته طالبان را کوبیده و با آنها ضربات وارد کردند. ما وظیفه پلیس را در افغانستان انجام دادیم که این کار قرار نبوده وظیفه سربازان ما باشد. ما در 4 روز گذشته دشمنان ما را در افغانستان از هر زمان دیگر در 10 سال آخر محکمتر کوبیده ایم. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ به روز یک شنبه عبده سنبلا اعلام کرد که مذاکرات صلح با گروه طالبان متوقف شد. وای این کار را به دلیل ادامه و افزایش خشونت ها از سوی طالبان عنوان کرده است. وای همرمان روز در توییترش نوشته بود که پنهان از نظر همه او میخواد با رئیس جمهور غنی و رهبران طالبان به صورت پنهانی در کمپ دوید در امریکا دیدار نماید. اما پس از انجام حمله اخیر در ناحیه 9 شهر کابل از سوی طالبان که در آن یک نظامی ارشد آمریکایی با 11 تن دیگر کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند، رئیس جمهور آمریکا نشست پنهانی با حکومت افغانستان و گروه های طالبان را لغو کرد. در همین حال مقام های نظامی آمریکا نیز گفته است که حملات بالای موازی طالبان افزایش خواهد یافت. جنرال کنت مک‌کنزی رئیس قماندان مرکزی آمریکا در جریان یک سفر به افغانستان گفته است که طالبان با انجام حملات مرگبار اخیر برای امتیازگیری روی میز مذاکرات از جمله حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که در آن یک سرباز آمریکایی کشته شد به این گفتگوها صدمه رسانده است. این جنرال آمریکایی گفته است که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به گروه طالبان اجازه نخواهند داد تا پیروز شوند. کنزی افزود که هر گونه عملیات های نظامی به شمول حملات هوایی و عملیات های خاص علیه گروه طالبان در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف و نیروهای افغان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از لغو گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ، طالبان در یک اعلامیه گفتند که به جنگ ادامه خواهند داد و لغو مذاکرات صلح از سوی آمریکا باعث افزایش زیان به سر و مال آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ مذاکرات صلح با طالبان مردند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که مذاکرات با نمایندگان طالبان در مورد روند صلح در افغانستان مردند. با گزارش اسپوتنیک با نقل از آژانس رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 9 سپتامبر قبل از پرواز با کارولینای شمالی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت. در مورد مذاکرات صلح آمریکا با طالبان گفت به باور من آنها مردند. وای همچنان خاطر نشان ساخت که تصمیم لغو دیدارها با رئیس جمهور افغانستان و رهبران طالبان به تاریخ 8 سپتامبر در کمپ دوید را خودش اتخاذ کرده است. به گفته ترامپ آمریکا همچنان به جستجوی فرصت برای اخراج نیروهایش از افغانستان ادامه می دهد، اما این کار را در زمان مناسب انجام خواهد داد.
وای گفت ما می خواهیم که از افغانستان بیرون شویم، اما این کار را در زمان مناسب انجام خواهیم داد. امرالله صالح: توافق صلح با طالبان زمینه تجزیه کشور و ایجاد جزیره های قدرت را مساعد می کرد. امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی دولت ساز در بلخ می گوید هیچ کشور نمی تواند از منافع ملی افغانستان در روند صلح نمایندگی کند، حتی ایالات متحده امریکا. او که در ادامه کارزارهای انتخاباتی به ولایت بلخ رفته تاکید می کند که توافق صلح با طالبان زمینه تجزیه کشور و ایجاد جزیره های قدرت را مساعد می کرد. امرالله صالح معاون نخست این دسته در پیوان به متن نهایی توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان می گوید که اگر این توافقنامه به امضا می رسید بخش از کشور به اداره غیر مستقیم پاکستان در می آمد و سبب تجزیه و باعث ایجاد جزیره های قدرت می شد. او برگزاری انتخابات را عدمی می خواند و کنایه کنان به رهبری ستاد انتخاباتی رقیب می گوید که مردم به برنامه رای خواهند داد، نه به لباس های زیبا. به گفته آقای صالح زمان گرفتن قدرت از راه زور و تفنگ به پایان رسیده است. گرچند کمتر از 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و ظاهراً فرصت‌های زیاد برای کارزارهای از دست رفته، اما در بلخ عبدالملک رئیس حزب آزادی افغانستان هم پشتیبانیش از تیم انتخاباتی دولت ساز را اعلام کرد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم میزان برگزار شود، اما تا کنون بیشتر کارزارهای انتخاباتی تنها با پایتخت متمرکز بوده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدی این چینل می باشید. لطفا نظریاتتان را برای ما بنویسید. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر در پناه عزت منان باشید.